سلام، امیدوارم هستم که حالتون خوب باشه و فرصت تماشای گزارشگری دیگر رو داشته باشید. فردا جمعه آخرین روز سال 2010 است، سالی که پر از اتفاقات ریز و درشت نه تنها در ورزش ایران و جهان، بلکه در همه ابعاد مختلف زندگی سیاسی اجتماعی ما همراه بود. منتها وظیفه ما در برنامه گزارشگر طبیعتاً بررسی ورزش ما، نه فقط داخل زمین‌های ورزشی بلکه خارج زمین‌های ورزشی هم است. همیشه اعتقاد داشتم که اون چه که در زمین ورزش می‌گذرد تا 90% نشانه آن چیزی است که در خارج از زمین می‌گذره، مگر در یک استثناهای بسیار بسیار کمیاب، مثل مثلا زمانی که اتحاد شوروی در داخل زمین فوق‌العاده موفق بود اما در خارج زمین چنین نبود. نمی‌دانم که واقعا از کجا باید شروع بکنم، اما برای اینکه حسن شروعی برای برنامه امشب داشته باشیم، اجازه بفرمایید که سری بزنیم به قطر. اینها اتوبوس‌هایی هست که قطری‌ها تدارک دیدن برای تیم‌های مختلفی که از 7 روز دیگه مسابقات جام ملت‌های آسیا رو برگزار می‌کنن. این اتوبوس تیم عربستان سعودی هست، این اتوبوس کویت هست. برای هر کدوم از این تیم‌ها یک شعاری نوشته شده. این اتوبوس تیم کره شمالی هست که روی اون نوشته جام رو به در واقع مادرلند، به کشورتون بیارید. این اتوبوس تیم میزبان هست. من اتوبوس ها رو زیرش نوشته ندارم، میخوام زودتر برسم به اتوبوس تیم ایران. این اتوبوس تیم سوریه هست. این اتوبوس استرالیا هست که میگه We bring the thunder from down under. استرالیا میدونید که به down under معروف هست. این اتوبوس اژدهای در حال سر بیرون کشیدن در واقع جمهوری خلق چین هست. این اتوبوس هند هست که میگوید 11 بازیکن و 1 بیلیون قلب تپنده. این اتوبوس تیم ما هست. من نمیدانم که چه کسی این شعار رو انتخاب کرده. برخی گفتن خود قطری ها، برخی گفتن که خود ایران انتخاب کرده. در صورت بسیار با سلیقه هست. شاهزاده های پارسی، Princes of Persia. شاهزاده های پارسی میرن که از 1 هفته دیگه، شاید 1 بار دیگه و در واقع برای نخستین بار از بعد از انقلاب ما رو به قهرمانی برسونن. میدونید که ما 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدیم. در این 3 مرتبه که هر 3 مورد قبل از انقلاب بوده، ابتدا از سال 1968 در تهران قهرمان شدیم، بعد این قهرمانی رو در بانکوک تکرار کردیم و نهایتاً در کره جنوبی قهرمان شدیم. 3 بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدیم و دیگه از بعد از انقلاب هرگز قهرمان جام ملت‌های آسیا نشدیم. این همکار من با سلیقه خودش یه تغییراتی رو داده و اعتقاد داشته که علاوه بر شاهزاده‌های پارسی خوب بود که روی اتوبوس می‌نوشتن Persian Gold Forever، خلیج فارس برای همیشه. در صورت این هم در واقع ساموراهای آبی از ژاپن هست که میگن در صدر آسیا خواهد ایستاد و آخرینش هم مال تیم کره جنوبی هست که بازگشت پادشاه و افتخار آسیا بهشون لقب دادن. جام ملت‌های آسیا به هر حال برای ما فوق‌العاده اهمیت داره، چرا که در بدترین شرایط ما حداقل از گروهمون بالا اومدیم، حداقل به مقام 3 رسیدیم تا اونجایی که ذهنم اجازه میده. در سال مسابقات که در پکن بود، یعنی در سال 2000
خدمت شما عرض کنم سه فکر می کنم ما سوم شدیم. در دوره پیش در سال 2007 فقط با ضربات پنالتی در مرحله یک چهارم به کره جنوبی با یک اختلاف با یک پنالتی باختیم، در صورتی که اونم تیم خوبی داشتیم و میتونست بیاد به مرحله نیمه نهایی برسه. حداقل توقعی که با توجه به اردوهای متعددی که تیم ایران داشته، با توجه به بازیهای تدارکاتی نسبتاً زیادی که داشته، با توجه به این که هرگاه تیم ملی اراده کرده مسابقات باشگاه ها رو تعطیل کرده و بازیکنان مورد نظرش رو مدت هاست که در دسترس داره، حداقل توقع دیگه واقعا با توجه به استعداد بچه های ما، حضور شجاعی، نکونام، لژیونرهای ما هستن و بازیکنان خوبی مثل رحمتی، مثل عقیلی، مثل حاج صفی، مثل غلامرضا رضایی، این تیم دیگه حداقل ما انتظار داریم که به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا برسه. کار آسونی نیست، اما کار شق القمری هم نیست. بایستی بیستیم و ببینیم که این تیم چه خواهد کرد. در تلویزیون داریم تلاش میکنیم که بتوانم من خدمتتون بعد از مدت‌ها جام ملت‌های آسیا رو گزارش بکنم، چنانچه همه چیز جفت و جور بشه، با اینکه به خصوص مسابقات تیم ایران وقتش به وقت ما در سیدنی استرالیا خیلی دیر هست، شاید هم به نوعی خیلی زود هست، ساعت 4 صبح. این است که با این وجود اگر جوشه با کمال افتخار در خدمتتون خواهم بود. بریم و یه نگاهی بکنیم به یک مصاحبه‌ای که در برنامه 90 با مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال چندی پیش انجام شده بود. شما احتمالاً دیدید این مصاحبه رو. من فقط این مصاحبه رو به این خاطر پخش میکنم که به بچه های تیم ملی بگم نگاه اکثر ما ایرانی ها به شما نگاهی نیست که مسئول روابط عمومی فدراسیون فوتبال به شما داره. ما هنوز هم قلبمون برای شما ها میتپه و امیدوار هستم که شما به خاطر نام ایران در جام ملت ها موفق بشید. میریم و این گفتگویی رو که در برنامه 90 با ایشون انجام شده رو با این نیت پخش میکنیم که به بچه ها که میدونم از این مصاحبه چقدر دلخورن بگوییم که ما به شما و به همه خانواده شما به همون اندازه که به خودمون و به خانوادهمون احترام میگذاریم به شما هم احترام میگذاریم. شما صحبت میکنید در مورد این اردویی که تیم ملی در کشور اتریش داشت، واقعا این اردو شأن تیم ملی کشور ما رو حفظ کرد؟ فکر میکنم که اردو ما در سطح بسیار بالا و خوبی، اون محیط واقعا همون محیطی بود که ما مد نظر داشتیم. رعایت خب شونات فرهنگی از نظر محیط حاشیه کمپ رو بایستی که ما مد نظر قرار میدونیم. بالاخره این تابستانه و توی اروپا هم شما شاید هستی که هر جا یک دریاچه باشه چه شرایطی در حال خواهد بود و این بچه ها سربازانی هستن که فردا میخوان به خاطر دفاع از کشور در واقع به نوعی برن و در زمین فوتبال هنرهاشون رو به نمایش بذارن. حتی ظاهر هتل خیلی مثل که 4 ستاره بوده ها؟ حالا من ستاره هاشو نشمردم، ولی یه مقداری منصفانه باید به این قضایی فکر کرد. ببینید الان تیم ملی در یک آرامش خاص آماده بشه بره در جام ملت ها و بره اونجا حق در حال کشورمون رو بگیره. یه سری مثلا میگن که آقا مثلا تیم ملی کشور به عنوان کشور مدعی در آسیا باید هتلش 5 ستاره باشه، در شأن اون تیم ملی اون کشور باشه، مثلا جمع رستورانی که داره رستورانش با کلاس باشه. این فیلم من نمیدونم چه کسی تهیه کرده، اما من به عنوان شخصی که قرارداد این کمپ رو امضا کردم و مسئولیت رو به عهده میگیرم کاملا این موارد رو رد میکنم و نه کارخونه چوببری در و نه گاوداری بوده. بیایید ملی فکر کنیم، بیایید همه کمک بکنیم که تیم ملیمون بتونه واقعا خودش رو نشون بده و این موارد حاشیه‌ای رو که فقط و فقط میتونه یک مشکلاتی رو جهت بحث روانی تیم ملی به وجود بیاره اینها رو نهیم بهش بپردازیم. بریم یاد بگیریم از ژاپنیا، بریم از کره یاد بگیریم، ببینیم چه جوری تیم ملیشون رو حمایت کنیم. اصلا ببین آیه تو در این که به هر حال
تیم ملی الان رفته اردوی، اما این حقایق و وارونه جلوه داده اما اگه واقعا اینجوری باشه این خوب نیست. مثلا الان رو همین سایت فدراسیون فوتبال مثلا خلعتبری مسابقه کرده، گفتن شرایط اردو عالی بود و بهترین اردوی بود که من در آن حضور داشتم و نمیدونم مکان بسیار مناسبی بود و از همه چیز لذت بردم، هیچ آزاری ندیدم. بعدا اومد اینجا گفت اصلا هیچ مصاحبه‌ای با هیچ سایت هیچ شخصی انجام ندادم. اعتقاد من در شأن برنامه شما هم نیست که این بحث‌های مطبوعاتی این شکلی رو که فلان شخص که خود سایتتونه فلان جمله را گفت و بعد در زمان دیگر فلان جمله را گفت. ما بحثمون سنگین‌تر و وزین‌تر از این مسئله. آره اما من این که اولاً رسانه‌ای سایت خود فدراسیون فوتبال آقای ترابیا، من اصلا کاری به این چه، من میگم که ببین اگر مشکلی بوده خیلی صادقانه، آقا مثلا 5 روز هوا گرم بود، ما فکر نمی‌کردیم هوا اینقدر گرم بشه، بازیکن‌ها مثلا گرمشون شد، مشکلی پیش نیومد، خیلی راحت. ما که نمیخوایم بازیکنت لای زرورق بپیچیم ببریم جایی که بازیکنه، ما میگم سربازن اینها، ما باید اینو تفهیم کنیم به بچه‌هامون که شما سربازید و در زمان مختصی باید برید برای کشور جانفشانی بکنید، مثل اون بچه‌ای که رفتن تو جبهه قطع قطع شدن. اینها دیگه مواردیه که ما نباید برای بازیکنمون واقعا مطرح بکنیم. این بچه‌ها دهها در خانواده‌های زندگی می‌کنن که شاید هیچ کدوم از اعضای خانواده‌شون بیرون از ایران رو ندیدن، حالا یه شرایطی رو در حال مهیا کردن. تیم ملی ما رفتیم گوشت زب اسلامی رو اونجا تهیه دیدیم. خدمتتون عرض کنم این آقای ترابیان که سالها در وزارت نفت بوده و بعد اومد حالا به فوتبال و مسئول روابط بین الملل شده و این حرف هایی که زد، من گفتم دلم میخواد بچه ها دیگه به دل نگیرند، اما اینی که بچه ها به دل نگیرند چون چند تا نصیحت رو هم به مجری برنامه و برها به ما کرد، گفت که بریم یاد بگیریم از ژاپنیا و کره‌ای ها ببینیم که تیم ملیشون رو چجوری تشویق میکنن. شما لطفا به ما بفرمایید که اونا چجوری تشویق میکنن، ما هم به شما عرض میکنیم که شما به عنوان مسئول برید ببینید ژاپنیا و کره‌ای ها تیم ملیشون رو به کجا رسوندن و شما تیم ملی ما رو به کجا رسوندید. اگر هم در این لحظه ما انتظار داریم که این تیم حداقل جزو 4 تیم نیمه نهایی باشه، نه به خاطر شما هست، به خاطر همت و استعداد خود بچه‌ها هست. بعد میگید که بچه‌های تیم ملی که خانواده‌شون اینا خارج رو ندیدن، خب ندیده باشن، این مگه نقطه ضعفه؟ بعد هم شما عزیزم فرمانده جنگ بودی، خودت تو جبهه بودی، جانباز جبهه‌ای که برای فرافکنی و جواب ندادن به مجری برنامه برمیگردی میگویی که اینا سربازن و نمیدونم مثل اونایی که رفتن تو جبهه قطعه قطعه شدن، و اونایی که رفتن تو جبهه قطعه قطعه شدن که برایشون اردو توی اتریش نمیذارن که حالا به این فکر کنن که چه میدونم گاوداری اونجا بوده یا نبوده یا چه میدونم کولر داشته یا نداشته. شما به قول خودت دیگه رفتم من اونجا بررسی کردم، قراردادش رو دیدم، نمیدونم گوشت زپه اسلامی بردم، چه بردم جبهه بروها که بنده خداها همه وجودشون رو گذاشتن برای مملکتشون و بعد هم شهید شدن. نیارید اینا رو توی این بحثای واقعا پیش پا افتاده ای که شما برای که جوابی ندارید بدید از اینا استفاده میکنید. اتفاقا با اینکه وقت برنامه‌مون محدوده، اجازه بدید به خاطر اینکه از این مسائل، از این فرافکنی‌ها، از این صحبت‌ها بسیار شنیده میشه، با دوستی صحبت میکردیم در خصوص حرف هایی که آقای سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهور بعد از سفر کوتاهی که به قطر داشتن زدند که بخشی از اون آقای کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال هم تکرار کرده. این روزها در ایران اینجوری که در اخبار ما خوندیم و برخی از اقوام و دوستان و برخی کسانی که با من ارتباط دارن اشاره کردن، رایانه های بسیاری از خدمت شد یارانه ها عوض بخوام، این یارانه و رایانه همش من قاطی میکنم، رایانه اونه که به کامپیوتر میگن، یارانه اون پولیه که به حساب آبس که میریزن. برحال آمدن و چندین قلم از کالاها رو یارانه دارن میدن و نقدی میدن و قیمت های سوبسید شده یا کم شده دولتی رو برداشتن، مثل بنزین که شما بهتر از من میدونید کردن مثلا متری لیتری
700 تومن منتها یه مقداری مثل که نقد میریزن به حساب ها. حالا من کار ندارم که این در جامعه ما شدنیه نشدنیه، تر خوبیه بدیه، اونو باید متخصصین اقتصادی راجبش صحبت کنن. البته من عقاید خودم رو دارم، منتها چون تخصصم نیست این رو در برنامه تلویزیونی اجازه بدید که بهش اشاره نکنم. اما این جوری که یکی از اهداف این طرح هست این هست که در واقع وقتی که بنزین گرون شد و بخشی از پول نقد رو آمدن به حساب شما ریختن، منظور این بوده که هرچی شما بنزین رو کمتر مصرف بکنید بیشتر پولتون رو پس انداز کردید، که این اگر اجرایی بشود و منطقی باشد و اعداد و ارقامش درست باشه خب خیلی خوبه. یعنی هر کی ذخیره بیشتر میکنه، یعنی کمتر بنزین مصرف میکنه، بیشتر منتفع میشه. هر کی بیشتر مصرف میکنه بیشتر متضرر میشه، باید بیشتر پول بده و کمتر میتونه پس انداز کنه. یکی از چیزهایی که من فکر میکنم اگه حالا در قالب شب عید هم هست و نمیم سال نو هست و اینا، حالا هم طنز است و هم به نوعی جدی، یکی از چیزهایی که اگر یارانش رو بردارن خیلی خوبه حرف مفته، دروغه. شما فکر کنید دیگه این تقویت نشه از طرف دولت، حرف مفت. یارانشو بردارم، یعنی هر کی حرف مفت زد یخشو بگیرم. چقدر مردم یه دی از این دست اندرکاران باید حرف مفت ذخیره کنن؟ به نفع گوش بام هست، به نفع اعصاب همه مردم هم هست. آقای سعیدلو تشریف برده بودن به قطر، واقعا ایشون یک گفتگویی کرده با خبرگزاری ایرنا فکر میکنم، خبرگزاری دولت، که من بخشی از اون رو میخونم. آقای سعیدلو به دعوت امیر قطر برای دیدار از این کشور رفته بودند. چنین میگن، میگن امیر قطر در این دیدار از مقامات ایران خواستند تا همکاری های لازم را برای برگزاری جام جهانی فوتبال در این کشور صورت دهند. آقای محترم، اولا که قطر با این تأسیساتی که درست کرده بود، با برگزاری بازی های آسیایی در دوحه و حالا جام ملت ها و ده ها تورنمنت تنیس و اتومبیل‌رانی و گلف و غیره و زالک، شما چه کمکی میتونی بشون بکنی؟ در چه موردی؟ توضیح دادن زیرش، گفتن امیر قطر به ویژه خواهان این بودند که در طرح‌های زیربنایی و تبلیغات در جام جهانی 2022 ایران بهشون کمک بکنه. ما آمادگی خود را برای برگزاری برخی از بازی‌های جام جهانی که شرایط آب و هوایی قطر اجازه برگزاری آن را نمی‌دهد اعلام کردیم. یعنی ایشون به امیر قطر گفتن آقای امیر قطر، ما حاضریم یه سری از مسابقات رو که به جهت آب و هوایی شرایط شما اجازه نمیده رو ما به جای شما برگزار کنیم. برای بعضی آب و هوا تو قطر خوبه، برای بعضی بده. بعد برادر من، یک کشوری هزاران سند و تدارکات مستندش رو به فیفا ارائه میکنه تا بهش، به کاندیداتوریش فیفا جواب مثبت یا حتی منفی میده. حتی اگر دو تا کشور بخوان با هم برگزار کنن مدارکشون رو توامن میدن. حالا امیر قطر، که البته امیر قطر یک کلمه هم راجع به این برگزاری مسابقه در ایران و اینا حرف نزده، ایشون از قول خودش اینا رو داره میگه، که مثلا ما به امیر قطر گفتیم ما آمادگی داریم، ایشان گفتن با توجه به موافقت سپلتر رئیس فیفا و برگزاری برخی بازی‌های جام جهانی 2022 در کشورهای همسایه قطر، ایران میتواند با وجود تماشاگران مشتاق میزبان خیلی خوبی باشد. بعد گفتن که اگر چنین اتفاقی بیفتد ورزشگاه 100 هزار نفری مملو از تماشاگر خواهد شد. آقای سعیدلو، والا منم دلم میخواد ایران جام جهانی برگزار کنه، اما برای جام جهانی برگزار کردن زحمت لازمه. نمیشه که با من ببینم تو ببینی، حالا به امیر قطر، امیر قطر اولا مگه زیر نظر فیفا کار نمیکنه؟ بعد تازه میاد یه استادیومی که ما 36 سال پیش ساختیمش و اینا، شما اینو میگی ما تجهیزات در اختیارتون میذاریم، بعد
خداوکیلی قطر، امارات و اینا رو رفیقای خودش رو ول میکنه، با ما فارسا میاد مسابقه رو به ما میده. این اون یارانه ای که گفتم باید بردارند، واقعا همین یارانه یک سری حرف هایی است که خیلی ها این روزا از این حرفا میزنن، یارانشو به خدا برداریم، به نفع هم است. نکته بسیار جالب وقتی که ایشون گفتن آقای سعیدلو با اشاره به امکانات ایران در بخش ورزش و موفقیت هایی که ورزشکاران ایرانی در سالهای اخیر به ویژه بازی های آسیایی چین به دست آوردن اضافه کرد، ما آمادگی آن را داریم تا همه امکانات ورزشی خود را در اختیار کشورهای اسلامی از جمله قطر قرار دهیم تا ورزش این کشورها نیز توسعه پیدا کند. یعنی خداوکیلی آقای سعیدلو فکر کنه ورزش ما. حالا یک کلمه حرف زده امیر قطر، من اصلا نه از قطری طرف داریم خواب کنم، نه اصلا کاری به کار اینا دارم، خلیج فارس برای همیشه رو اتوبوسم به نظر من باید اونو می نوشتیم، یک ذره هم کوتاه نمیام از این موازم. اما این امیر قطر نشون میده آدم باهوشیه. بعد از همه این اظهار آمادگی ها و اینایی که بدون یارانه هرچی خواستن گفتن، امیر قطر گفته که ما خیلی دلمون میخواد که شما در ورزش های رزمی به ما کمک. یعنی نکته رو پیدا کرده، احساس کرده در چیزی که ما خیلی بهتر از اونایی می ورزش‌های رزمیه، گفته اگه بخواید به ما کمک کنین لطفاً بیاین در این رشته به ما کمک کنین، چون ما برای بسکتبالمون بسکتبالیست‌های بزرگ آمریکایی رو آوردیم، برای فوتبالمون مربی‌های بزرگ آرژانتینی رو آوردیم، برای پایه و اینا، برای ساختن استادیوم و اینا هم که دیگه می‌دونیم باید به کیا بگیم که بیاین. این یارانه رو اگر بردارن خیلی خوب میشه. جناب آقای کفاشیان هم، رئیس فدراسیون فوتبال هم، گفتن بله ما به امیر قطر گفتیم که ما در زیر ساختا و مدیریت ورزش میتونیم به شما در جام جهانی 2022 کمک کنیم. آقای کفاشیان، شما همینقدر که این فوتبال ما رو مدیریت کردی و به اینجا رسوندی، ما از شما ممنونیم دیگه. بذار این قطری ها خودشون برن جام جهانی رو برگزار کنن، بعد برگزار کنن آبروشون بره که دل ما هم خنک بشه. وقت ما داره تمام میشه و مطالب من خیلی آش مونده، ولی این یارانه هر دلم بخواد بردارم از حرفای اضافه. به عنوان آخرین صحبت با آقای کفاشیان، امروز مطلبی رو میخوندم از آقای ترکی، داور بین المللی ما. ترکی امروز گفته که هیچ داوری از ایران در جام ملت‌های آسیا نیست. راست میگه، ما حتی در سطح قاره با وجودی که تیم هم اونجا داریم یک دونه داور نداریم. این آقای کفاشیان من کردم یا شما کردی و اون کمیته داورانت؟ بعد میخوای بری مسابقات قطر رو مدیریت کنی؟ ترکی میگه در آسیا حتی برای داوری ما تره هم خورد نمی کنند. ترکی عزیز، انشالله به زودی داوری ما هم به جایگاه اصلیش برمیگرده. تا برنامه فردا همتون رو به خدای بزرگ بسپارم. خیلی چیزا موند، دلم میسوزه، ولی همین فرصت کوتاه در خدمت شما روح و روان من رو همیشه شاد میکنه. متشکرم و به امید دیداریم.